مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهروندان شیعه کویت که در حادثه انفجار تروریستی در مسجد امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدند با حضور امیر کویت برگزار شد. در این مراسم که تعدادی زیاد از مقامهای بلندپایه و مسئولان عالی رتبه کویتی، شهروندان شیعه این کشور و صدها تن از محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حضور داشتند، شیخ علی الجراح الصباح وزیر دیوان امیری کویت به نیابت از شیخ صباح الاحمد امیر کویت شهادت شیعیان کویتی و غیر کویتی در حادثه انفجار تروریستی 2 سال قبل در مسجد امام صادق علیه السلام در ماه مبارک رمضان را مجدداً تسلیت گفت و بر لزوم حفظ همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه تأکید کرد. همچنین با پایان مراحل بازسازی مسجد امام صادق علیه السلام کویت با دستور امیر این کشور درهای این مسجد دوباره به روی نمازگزاران باز شده است. شایان ذکر است در ماه رمضان سال 1394 و هنگام نماز یک سنی تندرو جلیقه انتحاری خود را در میان نمازگزاران این مسجد منفجر کرد که در اثر آن صدها تن به شهادت رسیدند و یا مجروح شدند. بعدها دستگاه امنیتی کویت اعلام کرد که عاملان این حادثه یک تروریست عربستانی بوده است.